حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور سه روزی را در ننگرهار زادگاه خود گذشتان و در کنار سفر به شماری ولسوالی ها با اقشار مردم نیز دیدار کرده است. بیشتر انتقاد او به طرف پاکستان بود و تاکید می کند که این کشور خواب تخریب کامل افغانستان را می بیند. دیو قدرت طلب گروپ نه استفاده کنی که افغانستان بیازی پکی دا افغانستان دا خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلی بیا یو تعداد خاوره نور هم مونږ نه ونیسي. وای میافزد که پاکستان به افغانستان تجاوز کرده و در مناطق قبایلی مراکز حراس افغانی را ساخته است. دلته هر افغان زمونږ عزت دی او هر افغان باندې حمله په ټولو افغانانو باندې حمله ده. مشاور شورای امنیت ملی تاکید میکند که برای ادامه جنگ هیچ توجیه وجود ندارد، اما طالبان مستقل نیستند و صلح کردن نمیتوانند. هر گروپ که په خطر کې ناست دی او درې درې متر خېټې لري او سولې ته د سولې په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، هغوی ته ووایه چې دا د چا دي. رئیس مجلس نمایندگان نیز در جمع مردم ننګرهار میگوید که افغانستان صلحی را میخواهد که دستاوردهای دو دهه گذشته در آن محفوظ باشد. صلحی که دستاوردهای دو دهه حفظ شود، نیروهای امنیتی و دفاعی ما حفظ شود، قانون اساسی ما حفظ شود. اما شماری از باشندگان ننگرهار چنین سفرها را نمایش میدانند و میگویند که حکومت فرصت نزدیک ساختن مردم را از دست داده است. غونډه کې ویلی ده چې موږ به دا اوبو مهار کړو. زه وایم چې همدستا مهب په وخت کې همدې همدې اشرف غني په وخت کې اغزن سیم ولګېدې، د هغې د پوښتنه ونه کړه نو اوبه به څنګه مار کړې. او د دې راتګ هم داسې راتګ نه و چې د ولس د خیر دپاره وو. مشاور شورای امنیت ملی از مردم خواسته که برای بقای نظام در کنار حکومت بیستند.